گوشفنگ گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. سلام، به یک گوشفنگ دیگه از شبکه تلویزیونی AMG خوش آمدید. در این برنامه به موضوع مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا خواهیم پرداخت. حامی مالی این برنامه شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا است. رایج ترین تعریف از فرد درونگرا فردیه که پس از برقراری تعاملات اجتماعی احساس بی انرژی بودن و خسته بودن رو تجربه میکنه و با تنها بودنه که میتونه انرژی از دست رفته خودش رو به دست بیاره. افراد خجالتی با افراد درونگرا یکی نیستند. افراد درونگرا ممکنه در موقعیت‌های اجتماعی خجالتی و یا دست پاچه و مضطرب بشند، اما همیشه اینطور نیستند. مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود. افراد درونگرا به طور طبیعی به خود تکیه می‌کنند و از حل مشکلات خود بدون نیاز به دیگران لذت می‌برند. این ویژگی برای زندگی در یک کشور غربی بسیار مهم و کاربردیه. مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا با مزیت کنار آمدن بهتر با مشکلات زندگی همراه خواهد بود. کلیگویی کار ظالمانه‌ایه، اما اگر بخواهیم این کار را در مورد درونگراها انجام بدیم، باید بگیم اونها حساس، ساکت، متفکر و دوست داشتنی هستند و به سادگی در موقعیت‌های اجتماعی و استرس‌آور کم می آورند. بنابراین در طوفان ترک خانواده و شروع زندگی در یک کشور جدید، مطمئناً مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا چندان ساده نخواهد بود. چالش های مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا. افراد درونگرا از حرف زدن زیاد خوشحال نمی شند. مهاجرت شامل حجم زیادی از تعاملات اجتماعی است. از حرف زدن با مؤسسات و وکلای مهاجرتی، سفارتخانه، آژانس هواپیمایی تا امور مربوط به یافتن خانه و شغل و هزاران چیز دیگر نیازمند برقراری تعاملات اجتماعی است. پس از مهاجرت باید با همکاران، همسایه‌ها، دوستان و آشنایان جدید با فرهنگ متفاوت ساعت‌های زیادی حرف بزنید. افراد درونگرا اغلب تعاملات اجتماعی را خسته کننده می دانند و با وجودی که می توانند خود را متقاعد به انجام آن کنند، به سرعت منابع عاطفی آنها تخلیه می شود و کمی نمی گذرد که به زمانی برای تنهایی نیاز پیدا می کنند. این در حالی است که شاید زندگی در خوابگاه اشتراکی و امور اداری متعدد مربوط به مهاجرت مانع این تنهایی شود. شاید به این نتیجه رسیده اید که مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا کار اشتباهی است و فقط افراد برونگرا باید مهاجرت کنند و افراد درونگرا باید در خانه، در جایی که راحتند بمانند. اما اینطور نیست. مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا میتواند در حوزه‌های بسیاری به نفع فرد باشد. منطقه امن همراه. منطقه امن یک فرد درونگرا در واقع در خود او نهفته است و این یعنی در هر جایی از جهان قابل دستیابی است. چه برونگرا باشید، چه درونگرا، هر کسی دارای منطقه امن است. تنها با این تفاوت که منطقه امن افراد برونگرا به ظاهر بزرگتر است و جای بیشتری برای جاه طلبی و ریسک دارد. به عنوان یک فرد درونگرا اینطور تصور می شود که منطقه امن شما شامل خانه، خانواده و دوستان نزدیک می شود. اما این مسئله در مورد بسیاری از درونگراها صدق نمی کند. بله، شما در این صورت احساس راحتی بیشتری دارید، اما دلیل این راحتی فرصتی است که برای آرامش در زندگی پیدا می کنید. مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا
به معنی خارج شدن از منطقه امن نیست. شما این فرصت را دارید که آن را در هر جای دیگری بسازید. پذیرفتن این تیپ شخصیتی اولین گام در موفقیت در مهاجرت به عنوان یک فرد درونگرا است. و افراد برونگرا به خاطر سرعت دوستیابی و راحتی اکتشاف در شهرهای جدید با حسادت نگاه نکنید. شما نیز با مهاجرت خود همین کار را کرده اید. افراد برونگرا به تعامل نیاز دارند. به عنوان مهاجر اگر تنها بمانند سریعاً افسرده و ناراحت می شوند. آنها نیاز دارند که هرچه سریع‌تر در جامعه ادغام شوند، دوست پیدا کنند و معاشرت کنند. این باعث می شود که روزها و ماه‌های اول مهاجرت برای آنان آسان تر بگذرد. اما شما به عنوان یک فرد درونگرا همراهی خودتان را دارید و این برایتان کافی است. می توانید این آرامش درونی را در آغوش بگیرید. به کشف دنیای اطراف بپردازید و از آن لذت ببرید. افراد درونگرا به زمانی برای تنهایی و شارژ کردن باتری درونیشان نیاز دارند. این به خصوص در جوامعی که به تعاملات اجتماعی اهمیت زیادی می دهند و افراد زمان زیادی برای تنهایی ندارند ضروری است. حتی مفهوم تعاملات اجتماعی و حریم شخصی در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. برای مثال، احوال پرسی در برخی فرهنگ‌ها به معنی ایستادن در فاصله کم، تماس بدنی و صمیمیت زیاد است. واضح است که نمی‌توانید با فرهنگ یک کشور مبارزه کنید. اینجاست که درونگراها دندان‌هایشان را روی هم فشار می‌دهند و زمان بیشتری طول می‌کشد تا به محیط جدید عادت کند. رفتن به یک پیاده روی ساکت و آرام در پارک نزدیک خانه و گشتن در شهر، رفتن به کلاس یوگا و سر زدن به کتابخانه ها می تواند ایده خوبی برای داشتن زمانهای تنهایی بیشتر باشد. اجازه دهید قدرت های درونیتان بدرخشند. توانایی هایتان را نشان دهید. بیشتر افراد درونگرا شنونده های خوبی، همکاران قابل اعتماد و دوستان وفاداری هستند. اینها ویژگی های ارزشمندی هستند که در زندگی یک مهاجر بسیار اهمیت دارند. اجازه ندهید برچسب ها شما را تعریف کنند. درونگراها نمی توانند به خوبی معاشرت کنند. درونگراها از مهمانی متنفرند. درونگراها دوست دارند تنها باشند. آنها از حرف زدن با دیگران خوششان نمی آید. می بینید؟ شاید بسیاری از این تعریف ها از یک فرد درونگرا غلط باشد. بسیاری از تصورات از این تیپ شخصیتی نادرست و حتی آزاردهنده است. شما با خودتان راحتید، اما از بودن در مهمانی هم لذت می برید. از جمعیت و شلوغی خوشتان نمی آید، اما دوست دارید دوستان جدیدی نیز داشته باشید. اشخاص با هم متفاوتند. اجازه ندهید برچسب درونگرایی شما را از جامعه دور کند. هر کاری که می توانید برای داشتن حال خوب انجام دهید. درونگراهای زیادی هستند که مانند شما مهاجرت کردند. با یافتن آنها قبیله خود را بسازید و از حضور آنها در زندگیتان لذت ببرید. از اینکه تا پایان این گوشفنگ همراه ما بودید از شما ممنونیم. همچنین از شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا حامی مالی این برنامه سپاسگزاریم. تا یک آیتم مهاجرتی دیگه، خدا نگهدار.